میگن انقلابتون همین بود؟ اینکه تموم شد. میگیم انقلابمون تازه شروع شده. انقلاب که به تعداد آدمای توی خیابون نیست. فقط. انقلاب طرز فکریه که فراگیر شده. از مغزها تا قلب جامعه. انقلاب زخم‌هایی‌اند که جاش رو بدن ما نمیمونه ولی رو وجدان بعضی ها تا ابد هست. انقلاب جای خالی چشم‌هایی که بیناتر شدند. انقلاب پدیدار شده، چشم بصیرت میخواد. انقلاب قلمیه که اسلحه شده، آهنگیه که سرود ملی شده. انقلاب تبدیل پارچه های سرکوبند به پرچم آزادی. انقلاب رقص حدیث در باد. انقلاب صدای نیکاست، آرزوهای سارینا، روایتهای توماج که هممون داریم زمزمش میکنیم تو روزمرگی هامون. انقلاب جون مهساست که جونشو به این انقلاب داد. انقلاب بندهایی‌اند که گنجایش این همه آزاده رو ندارند. اندیشه هایی‌اند که پشت میله های زندان هم پرواز میکنند. انقلاب نگفتنه. به زور، در فرهنگ، در سیاست و هر قانونی که دور انسانیت حصار بکشه. برای عشق تعیین تکلیف کنه. انقلاب التهاب بوسه های عاشقانه است زیر پل آزادی. انقلاب شعله شجاعتیه که با ریسمان دار خفه نمیشه، شعله ورتر میشه. انقلاب دست های پدری اند که قبر پسراشو میشوره. انقلاب تخت خواب های خالی اند. انقلاب مدرسه‌ایه که حوزه نمیشه، نسلیه که ابزار نمیشه. انقلاب دانشجوییه که نمیره، میمونه و پس میگیره. انقلاب ایمان جوانانیه که با شریعت غریبه اند. انقلاب غریبه دیروزه که امروز آشنای آشناست. انقلاب من نمیشناسه، انقلاب تو نمیشناسه، انقلاب فقط ما میشناسه. انقلاب آینده‌ایه که دیگه رویا نیست، نقشه راهه. انقلاب مردمی‌اند که طعم آزادی رو چشیدند، زیر پوستشونه. انقلاب آگاهیه، دگرگونیه، انرژیه. مگه انرژی از بین رفتنیست؟ انقلاب ترکیه که خورده و به زودی تبدیل به شکاف میشه. انقلاب تیکه تیکه شدن دیوار قطور دیکتاتوریست. انقلاب یه دنیاییه که پشتمونه. انقلاب در سمت درست تاریخی ایستادنه. انقلاب افتادن سنت‌های پوسیده طالبانیست. انقلاب به خدا آمدنه. به خدا. چون خدا نوره. چون خدا نوره. خیلی از من میپرسن که این توماج سالوی فاوندیشن راجع به توماجه. اگه خودش جوابو میداد گفت مگه من کیم؟ من یکی از هزارانم، رایت؟ این جوابو بید که توماج میداد. این راجع به توماج نیست، این راجع به ویژنیه که توماج داشت. به ما یه دونه پرابلم ستیتمنت داد، به ما هم گفت آوتکامش چیه، گفت شما پیدا کنیم که چجوری به این راه میرسیم. توماج سالوی فاوندیشن راجع به اینه. We are a non-profit organization, as I said earlier, aspiring to unite Iranians, have these sort of dialogue. That's what we're all about. اگه اجازه بدین من یه بزنم دوباره میشنمون ما اناونس کردیم. ببینیم بر اساس we have a lot more in common than what we believe, right?
we're educating and promoting based on tenets of زن زندگی آزادی. We're building a community of advocates که بتونن برن صحبت کنن با مردم. من که نمیتونم هر روز برم یه جایی بشینم صحبت بکنم. اگه مثلا مریم بتونه این کارو بکنه تو جامعه خودشون تو فیلادلفیا چه عالی. بعد ما با کامیونیتی انیبلرا و نتورک ویورا کار میکنیم که این کار رو ما بتونیم به صورت تصاعدی انجام بدیم. خب یه چیزی هست به نام سوسایتال ثینکینگ که اگه یک مشکل بزرگی هست ما اگه تمام فکرامونو بذاریم رو هم دیگه ما میتونیم اونا انجام بدیم و این سوسایتال ثینکینگ is about that. Our main goal is to unite, energize, give hope and promote activism. That's what our goal is. اگه اونا بزنی آرام جان یک کارایی تا حالا کردیم. در از 3 ماه و نیم پیش فاندیشن رو زدیم. 501c3 هستیم. Mission defined. We have weekly cadences. We get together, bash each other up, and we finally find a way forward. We've set up our social media sites. Thanks to our friends in Canada, we have posted a number of videos on transitional justice. Town hall organized کردیم. We're building a network of supporters and sponsors. دو تا پروژه شروع کردیم و یکی از کارهایی که داریم ما انجام میدیم مرسی این تیم کوچیکی که ما داریم و هر کسی هم بخواد میتونه جوین بکنه و یک کازی رو ما پیک کردیم. The most important thing for a political prisoner is for them to know that they're remembered. This was echoed by Tumaj. This is echoed by every single political prisoner. پیغام اومد که we're doing an open letter to the leaders of the world, right? از کانادا یه پیغام اومد برای من که آره توماج داره وردیکتش میاد، سعی کنیم ببینیم میتونیم این لتر رو امضا کنیم. در روز باور کنید در روز 48 ساعت در حدود 100 نفر امضا کردن. 40 تا ارگانیزیشن ایرانی اینو امضا کردن. They're co-sponsor of this. و واقعا یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم یه کار کوچیکیه و همین خوبه. کاری که ما با الیکا داریم میکنیم این که هوپ بدیم. میدونین چی میگم؟ نشون بدیم که ما هنوز اکتیویم، هنوز هوپ داریم، میدونین. و این کاریه که ما این اکت تو ماجزاله ای اکت انجام میده. In my view, the single most important question is why. Why do we do this? CSR نفر جمع بشن شب ساعت 9 شب 2:30 الان اینجا بودیم. چرا؟ Why do we do this? If you could hit the other one for me. No, I think we know the answer. That's why you're here. It's because 80 million Iranians matter. Because Iran matters to all of us. We have that affinity to Iran and that's why we do this. یک دنیا متشکر از همتون. خیلی ممنون. با درود و سلام، چکیده اولین تاون هال ما به این قرار است. ما حدود 50 نفر شرکت کننده داشتیم که یک نظرسنجی غیر علمی انجام دادیم. در این نظرسنجی 4 تا پرسش رو ما مطرح کردیم که در واقع به 2 تا موضوع ربط پیدا میکنه. 2 تا پرسش اول این بود که چقدر فکر میکنید طول میکشه تا تغییر رژیم در ایران اتفاق بیفته؟ اکثر قریب به اتفاق کسانی که شرکت کردن این رو بین 3 تا 10 سال دیدن. سوال دوم این بود که چقدر فکر میکنید تو میشه دموکراسی برقرار بشه و اون رو یه چیزی بین 5 تا 15 سال اکثر قریب به اتفاق. بیشتر 4 تا 8% برای این باور بودن که 5 تا 15 سال ممکنه طول بکشه بدون که تعریف کنیم دموکراسی چیه. فقط اونی که فکر میکنن دموکراسی هست یا دموکراتیک هست چقدر طول میکشه. 2 تا پرسش دیگه ما مطرح کردیم و آیا اینکه نقش جامعه مدنی و ایرانیان خارج نشین در تاثیرگذاری در مسائل ایران چقدر خواهد بود و آیا میتونه خارج نشینان ایرانیان خارج نشین میتونن تأثیری در برقراری و یا رژیم چنج تغییر رژیم داشته باشن یا نه. بازم بالای 65 تا 68 درصد بر این باور بودن که بله نقش جامعه مدنی خارج از کشور متوسط یا بالا خواهد بود. یه مقدار خیلی کمی گفتن نه ما نقش خیلی کمی خواهیم داشت. این چکیده بحثا بود. حالا بحث چیه؟ بحث اینه که 1 وقتی ما میگیم جامعه مدنی منظورمون چیه و 2
آیا این نقشه که صحبت میکنیم چه نقشه هست و چه رابطه‌ای با مسائل ایران داره؟ من اینجا سعی می‌کنم خیلی خلاصه اینو بگم. ببینید، فکر کنید اینجا ایران، اینجا خارج یا خارج نشینان. ما از سه تا جامعه صحبت کردیم: جامعه سیاسی، جامعه اقتصادی و جامعه مدنی. ببینید خیلی مهمه که جامعه سیاسی چیه، جامعه اقتصادی. جامعه اقتصادی که مشخصه، جامعه اقتصادی کارآفرینانن، آنترپرنور که دنبال پولن و بیزنس، یعنی کالا، توزیع کالا و تولید کالا و غذا و تغذیه و اینا هستن. جامعه سیاسی مشخصا به دنبال قدرته و وقتی قدرت رو دست میگیره یک حکومت تشکیل میده. بنابراین این سازمان حکومت در ایران وجود داره، در بین خارجی‌ها وجود نداره هنوز. جامعه سیاسی دنبال قدرته. اینی که شما میگین احزاب، احزاب دنبال قدرتن. جامعه سیاسی مشخصا بایستی سیاس راهکار نشون بده و قدرت رو به دست بگیره. بنابراین جامعه سیاسی مشکل احزابی هستن که میخوان قدرت رو به دست بگیرن. جامعه سیاسی مشخص بود. جامعه مدنی اما با جامعه به طور کل فرق میکنه. جامعه به طور کل همه افراد جامعه هستن، اما جامعه مدنی متشکل از سازمان‌هایی است که در واقع برای منظور مشخصی و بدون به اصطلاح وابستگی به دولت یا حکومت دارن کار میکنن برای دلخواستهای خودشون، برای خواستهای خودشون. حالا بحث اینه که این هم در ایران هم در خارج از ایران در تمام جوامع جامعه سیاسی وجود داره، جامعه اقتصادی، جامعه مدنی. بحث این که نقش جامعه مدنی چیه و بحث من این بود که اولا جامعه مدنی از آحاد افراد تشکیل میشه، یعنی وقتی آحاد با هم جمع میشن جامعه مدنی رو تشکیل میدن. این یک. دو، این جامعه مدنی هست که در واقع دستور کار یا مندیت جامعه سیاسی و اقتصادی رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، یعنی دلخواسته های خودشون متبلور میشه در حرکات سیاسی. یعنی اگه دموکراسی میخوان، اگه هوای بهتر میخوان، اگه شغل بهتری میخوان، اگر میخوان تورم پایین بره، این خواسته هاست. اما وقتی که به طور منسجم و به طور هدفمند ارگانایز میشن، یعنی سازماندهی وجود داره، اون موقع کار مؤثر میتونن انجام بدن و اینجاست که نقش جامعه مدنی بسیار مشخص و پررنگه. به این معنا که این افراد جامعه هستن، یعنی من و شما، همین خودمون در این نیبرهود، در این منطقه راکفیل مریلند یا دی سی واشنگتن مریلند، ما جامعه مدنی رو تشکیل میدیم. ما بایستی ارگانایز باشیم، ما بایستی خواسته های خودمون رو به طور سازماندهی شده مطرح کنیم، ارگانایز بشیم و بعد باعث بشیم که جامعه مدنی، جامعه اقتصادی و بعد در نهایت حکومت جدی بگیره برای محیط زیست و همه مسائل دیگه. این مشارکت جامعه مدنی لازم و ضروری است. شیلان هم یه اگزمپل دیگه ای از سیویل سوسایتی توی ونکوور. چرا جان بگو چی کار؟ سلام به همگی، من شیلان زید هستم از ونکوور کانادا. روزی که من شروع کردم و برگشتم به جامعه ایرانی تقریبا 20 سال گذشته بود از اینکه من قهر بودم با مردمم. من دختر از شهرستان کوچیک کرد هستم، جایی که من تازه اومده بودم ونکوور. وقتی رفتم توی جامعه کرد و outspoken girl صحبت میکردم، اول چیزی که میگفتن خانوما صحبت نباید بکنن، چرا شما اینقدر صحبت میکنن؟ این به عنوان یک عیب شد. بعد کم کم اومدم اون برتر، گفتم خب جامعه ایرانی رو پیدا بکنم. در جامعه ایرانی عزیزم، من به عنوان سوالهایی که مطرح میشد، یکیش این بود که شما کردی، لهجه داری، لهجتون شیرینه، مال کجایی؟ گفتم من کردم. یه اینطور میکردم، یه قدم میومدن عقب. راسته میگن که کردها سر میبرن؟ گفتم که اکچولی من ندیدم، نمیدونم، I have no idea. سوال بعدی میکردم این که شما تجزیه طلبین؟ و من نمیدونستم کانسپت تجزیه طلبی یعنی چی. اوکی، شور، دیدم اونجا هم جای من نیست و من نه قاتلم، نه فامیلی من قاتل بوده و
نمیدونم مثلا کانسپت تجزیه طلبی یعنی چی. یه قدم دیگه اومدم عقب‌تر، رفتم توی جامعه کانادایی، گفتم اوکی من برم به خودم برسم، خودم رو به یه جایی برسونم. و رفتم تو جامعه کانادایی و اونجا گفتم که اوکی کجایی هستی؟ ایرانی هستم. او یور تروریست. زمانی که زهرا کاظمی رو کشتن در که کنیدین سیتیزن بودش و در تهران ایشون رو کشتن. و اونجا من میگفتم آقا ما ایرانی تروریست نیستیم ولی یه حکومت تروریست داریم. نمیتونستم اینو بهشون ثابت بکنم و آیزولیتر شدم تا روزی که قتل ژینا شد. به یه جایی رسیدم که تمام این حسای ایرانی بودنم، کرد بودنم، زن بودنم، غرورم همه زد بالا. نمیدونستم چیکار کنم. مثل تک تک شما تو خیابونا میریختید، شعار میدادید، صدا بلند میکردید، زن زندگی آزادی، ژینجیان آزادی. منم مثل همه شما سیهر نه. اینقدر من هشتگ زدم فکر کنم کارپوتن رو هممون گرفتیم تا 2-3 صبح هشتگ سیهر نیم سیهر نیم. و چقدر پاورفول بود. ما تونستیم تمام این آدم های مشهور رو در دنیا اترکت بکنیم. بیشتر از 200 میلیون اگر من اشتباه نکنم هشتگش در چند هفته اتفاق افتاد. و از اون روز به بعد من همش فکر میکردم خب من کی هستم؟ من آدمی نیستم، من هیچ کارم، من نه سواد سیاسی دارم، نه حزبی هستم، نه میتونم کاری برای کسی بکنم. من چطور میتونم کمک بکنم؟ من چیزی ندارم، جامعه ایرانی ندارم، دوستی ندارم، کسی رو نمیشناسم، جامعه کردی کسی نه منو میشناسه نه من کسی رو میشناسم. همینطوری احساس میکردم که دست و پام میزدم که من باید چیکار کنم، من باید چیکار کنم ولی نمیتونم تو خونه بشینم. بعضی شبا شد 2 ساعتم خوابم نمیبرد. وقتی که مهاباد آکیپای کردن و اونجا داشتن گوله بارون میکردن من پنیک اتک میگرفتم. نمیدونستم فامیلی زنده هستن، دوستای من زنده هستن یا نیستن. سنس اف ریسپانسیبلیتی رو دوش همه ما هست که امشب اینجا هستیم. و این همه من هزاران کیلومتر تا اینجا اومدم به عشق اینکه هموطنامو رو بشناسم اینجا. و میبینم what an honor که چقدر آدمای فریخته با سواد با تجربه اینجا هستن. ولی this is the fact، یک جامعه پر از آدمای رده های سنی متفاوته. حالا یه بعضی ها بلیم میکنن که پدر مادرامون انجام دادن، تقصیر اونا بوده. یه عده میگن نه نسل سوخته، که یکیش من باشم نسل سوخته. چه به ما نسل سوخته دارن میگن و میگیم سیاسی نیستیم که irrelevant هم تقریبا هستیم. و یه نسلی که از همه ما جسورتره و دیگه به هیچ عنوان قبول نمیکنه و حاضر نیست زیر بار زور بره، که تقریبا 40 میلیون جمعیت هست. شوخی نیست. حالا من نسل سوخته که سیاسی هم نیستم، جزوی حزبی هم نیستم، مثلا امشب اینجا هستم، میخوام برای اینا چیکار بکنم؟ من یک معلمم، میتونم درس بدم، میتونم که encourage بکنم، میتونم empower بکنم، میتونم صحبت بکنم. شما همه یک سورس پاور هستید، امشب اینجا هستید. آیا میتونید یک کاری بکنید؟ دونه دونه ما عیب داریم، به هم دیگه هرت کردیم، ظلم کردیم، حرفای نادرست زدیم. بله بلاکارد هست، فش روشه، دیگه نمیرم. ولی بعضی از ماها دیگه نمیتونیم افورد بکنیم برگردیم به جولای پارسال. We cannot do that anymore. نمیتونیم. من یک شیلان دیگه شدم، من یک آدم دیگه شدم. نالجی که من امروز دارم و نمیتونم که دیگه پاک بکنم از ده. آیا شما میتونید؟ خب سوال اینجا هست که ایرانن می نگف ایران از شما. امشب فود فور تات میخوام چیکار بکنم؟ در قالب توانی من که من میتونم ایژوکیشن بدم اینه که بچه های مدرسه که یکیش دخترم باشه توی های سکوله و دوستانش که میان میگن What's going on in Iran? What's happening? Women life freedom? What is it? چرا فایت میکنه؟ یکی میگه با روسری، یکی میگه بیروسری. دانشجوهای من میان کلاس درس من میشه اینی که من صحبت بکنم نه جنگ سر حجاب نیست، نه چون یک زن کرد سر حجاب نمی جنگه، ولی سر آزادیش، سر اینکه بتونه صحبت بکنه، بتونه توی جامعه. من دختر کرد و قبول نمی کردن. تو زنی چرا حرف میزنی؟
برو اندرونی، برو اینوری، برو چای بریز. یا اینا دغدغه من بود. لباس کردی من پوشیده است، مشکل من حجاب ندارم، ولی مشکلات دیگه جامعه‌ای دارم. شروع هرجایی هم که اونجا درست کردی بگو که باعث، یعنی اینو خیلی مهمه که همین اکتیویسم با اون کنفرانس چه شروع هرجایی تو جامعه ونکوور درست کرد. چشم، حتما به اونجا میرسم. خیلی عذر میخوام که طولانی هم شد. اینا خوابشون میگیره. طرفدار زیاد داره. نه واسه حرفای من خوابشون میگیرم. گوش برش کن. با اون موقعشا تو آوردی، برو. عزیزه من هست. برو. جامعه زده زن همینه دیگه. ببین این خیلی ساتله. این خیلی ساتله. که الان من الان من یه هوی اتنشنم بره سر یه چیزی رفاف بکنم. نه میخوام تأثیر که این جامعه رو خود رو من دانشجوی من که از من میپرسن که what's going on، من باید بشینم 3 ساعت کلاسم رو بذارم برای این داستان توضیح بدم که چی هست. پس میبینم که جامعه غیر ایرانی هم، بچه های نسل جدید هم، همه از ما یه دیمند دارن که بگیم، باشون صحبت بکنیم. چون میدیا، ویکی‌پدیا چیزی نیست که سورسی نیست که ازش اطلاعات بگیر. زندگیشو من کردم، دردشو من کشیدم، حقیقتشو دونه دونه ما داریم. آیا میتونیم اینو به نسل بعد بدیم؟ اگه نمیتونم یا دوست ندارم پلاکارت فوشی رو تو خیابون ببینم، آیا میتونم دست نوام بگیرم، دست یه بچه رو بگیرم، بیا ببینم، بیا بهت بگم چه خبر، بیا من تو رو این پاور بکنم. تو نسل آینده، مال امروز نیست که، مال آگست 16 نیست، 5 تا 10 سال آینده کیان؟ دختر منه. فردای من امروز نمیتونم توی یو ان صحبت بکنم، نمیتونم شاید برم جلوی یه کانگرسمن صحبت بکنم، ولی آیا میتونم دخترم رو آماده بکنم با یه هیستری بره جلو؟ این یکی از کارهایی که داریم انجام میدیم زیر Voices for Change. دوم این که توی این تظاهرات ما میامدیم، میرفتیم دونه دونه این عزیزان میمدن، من درد دل دارم، بیاد برات بگم چی کشیدم، چرا این یکی پرچم آورد، چرا این که شعار نداشت، چرا این که آواز اون فلان موزیک رو نذاشت. میدیدم که خیلی مردم درد دل دارن و دلشون پره، ولی تظاهرات جای کجا؟ سنگره، جنگه. شما میری اونجا برای 2 ساعت با فول فورس میجنگی، میخوای به دنیا ثابت بکنی من پشت یک موومنت هستم، ولی جای صحبت نیست. خب کجا باید باشم؟ یه راوند تیبل گذاشتیم، یه اوپن دیسکشن گذاشتیم، دونه دونه این مهمان ها رو دعوت کنیم، درد دل کنیم، بگید حرف دلتون رو بزنید. چما همه تو سینمون پر درده، بشینیم همه یه کتاب هایی داریم، همه میگه اوه اگه برات بگم، نداریم. هممون اینجا امشب اینجا میتونیم یه داستانی از درد و غمامون بگیم. اوکی، خب اینم فراهم کردیم، خیلی هم داره خوب جواب میده. اینجا هم میتونیم این کار رو بکنیم. دونه دونه شما دوست دارید صداتون شنیده بشه، چون آقای آرام شروع کردن با صحبت ایران ان می، ولی همه شماها با یک اپینین خاص و زیبایی اومدید جلو. پس در نتیجه دوست دارید یه چیزی رو، تجربیاتتون رو در اختیار مردم بذارید. چرا که نه، بسیار عالی. منی که حزبی نیستم، منی که بک‌گراند فعالیت‌های سیاسی ندارم، منی که بچه قبل انقلاب نیستم، باید از شما درس بگیرم. پس ما نسل قدیمی‌تر رو لازم داریم، نمیتونیم که اینا رو دیسمیس بکنیم. شاید خوشحال نیستیم جوانای. الان یه خانم، دختر خانم اینجا نشسته بود، صدای نسل منم، من صدای نسل منم رو تیشرتش بود. چرا شما نمیتونید صدای نسل سوم باشید؟ چرا؟ و چرا اونا دیگه تراست نمیکنن شما رو، میگن شما ایرانو به این روز انداختید؟ این تراستم شکسته. کی الان وظیفه‌شه که این تراستو درست بکنه؟ چون فکر می‌کنم جامعه ایرانی این تراستشو باید درست بکنه اول. Building trust که من نگم این پولی که داره جمع میشه میره تو جیب کی، این کاری که داره انجام میشه کی پشتشه. خب حتما یه دستایی همه جا هست، ولی مجوریتی که میخوان یه تغییر ایجاد بشه، مجوریتی داره برای یه کار درستی میره جلو، درسته؟ خب پس من اگر میشینم با یک حزب کمونیستی صحبت میکنم، با یک شاه دوست دو صحبت میکنم، با یکی دیگه صحبت میکنم، لازمه، چون بخشی از جامعه هستم، من نمیتونم اینا رو ببرم بکنم، دیسمیسشون بکنم. میشه؟ نه. پس open our mind, let's work on building trust.
ما دو تا تنهال داشتیم که یکیش خودم یکی از سپیکراش بودم جون 6 برای اینکه ببینیم چطور میتونیم این تراست رو دوباره بیل بکنیم. چون اگه ما میخوایم یه جامعه دموکراسی داشته باشیم، اگه بخوایم در کنار هم دیگه توی این چارچوب ایران زندگی بکنیم، باید والیدیت بکنیم دوباره بهایی‌ها رو، والیدیت بکنیم دوباره کردها رو، والیدیت بکنیم دوباره بلوچ‌ها رو، ترک‌ها رو، تالشی‌ها رو، پایینی‌ها رو، بالایی‌ها رو، چپ و راست‌ها رو و همه ایدئولوژی‌ها رو باید دوباره ما والیدیت بکنیم که نکردیم. یعنی تمام قدرت 45 ساله جمهوری اسلامی بوده که دونه دونه ما رو توی قالب‌های مختلفی با لیبل‌های پررنگی آیزوله بکنن. آیا کمک میکنیم دست هم دیگر رو بگیریم اینا رو بکنیم این لیبل ها رو؟ آیا کسی تو اون اتاق هست که بهش لیبل چسبونده نشده باشه؟ از قبل، بعد، این زن، اون مرد، این فلان، این کار کرد، اون کار کرد، اون دروغگوی، اون فلانه، اون وهمانه، هرچی. کی داره با ما میکنه؟ ما داریم با خودمون میکنه. این بلا رو کی سر ما آورد؟ خودمون. اجازه دادیم. اوکی؟ انقلاب، آقای دکتر فرمودن انقلاب دو تا مدل انقلاب داره، میگی فکری. پس در نتیجه من همه شما رو دعوت میکنم امشب که تشریف میبرید خونه، بگید که من دارم چه بله سر خودم، چون به تنهایی هیچ جامعه تنهایی زنده نخواهد بود. من نوعی شیران یه ایران به این پهناوره رو چیکار میخوام بگم؟ با این ایران زیباست دیگه، با همه این ایدئولوژی ها، باورها زیبا. این فعالیت‌های من نوعی، حالا یک من و عزیزانی که در ونکوور همه فعال هستن، خانمایی و کمتر خانمای کانادا فعال هستن که داریم روی اینم کار می‌کنیم، ایمپاور بکنیم خانمای ایرانی یکم بیان بیرون‌تر، یکم نترس‌تر باشن. برای من شیلان راه برگشت نیست. من اینو وان وی رود می‌بینم و خودم رو مسئول 85 میلیون زندگی می‌بینم. آیا میتونم صحبت بکنم؟ تا توان دارم و صدا دارم؟ بله.